آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. توانا بود، ارکی دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. دلوی آبخونکی خدای پنامه گران و قدرمن و دوستانا سلام علیکم هیله ده چبرا خوشحال هورا و سی هاو دین نرازه ده بو هنر ناده به اخبرونه دیر هیر اغلاست زی مریم اسمال ارسلایم هاو ده اخبرونه تاسته ده آریانا افغانستان ده نریوال شبکی سخوانده کام خدای دو کری چه دین نرازه ده بو هنر ناده اخبرونه هم ستاسو ده پور سیگیم بینندگان عزیز و ارجمند برنامه دانش رو شناهیست بارزوی صحت و سلامت شما برنامه امروز آغاز می کنیم امیدوارستم شاد و صحت مند باشین و در هر گوشه و کنار جهان که هستین هفته خوش و پر ثمره را با عزیزانتان با خوشی و آرامش سپری کرده باشین و باز هم خوشحال هستم که در برابر شما عزیزان قرار دارم برنامه امروز از جمله برنامه هاییست که به تعداد زیاده هموطنان ما اگر آرزو و امید و قوت قلب می بخشه خوشی براتون میاره با وجودی که با تاسف قسمی که باید قسمی که ما می خواهیم که برنامه باشه و تعداد زیاد در برنامه اختصاصی ما شامل باشه نمی هیچ وقت امکانش نیست به خاطر که ارتباط قائل کردن با همه هموطنان ما کار آسان نیست برنامه امروز ما دو بخش داره در بخش اول تجلیل از هموطنان ما که تعلیمات عالی خود بعد ما رسانیدند و البته کسایی که معلومات خود بر ما فرستادن و در دسترس ما قرار دادند و در بخش دوم مهمان جوان و عزیز و خوبی را داریم که در مورد فرصت‌های تعلیمی برای جوانان صحبت می‌کنند خب حالا می‌پردازیم آواز پکه کمک با بخشین باره نارام نیست اگر دروازه رو ببندین خوشحال میشم با مزرد تشکر با دوست عزیز میفوین که اوا در کالیفرنیا جنوبی یک ذره امروز بسیار گرم است و همکار ما ناگزیر پکر روشن کردن آوازش با خاطر خواهش کردم که آوازش پخش کنن خب ما البته دوست عزیز در به شروع برنامه در آغاز در قسمت اول تر از همه از تمام عزیزانی که معلومات خود معلومات و یا اعضای فامیلشان معلومات عزیزانشان به ما فرستادن ممنون هستم از کمکتان بسیار زیاد تشکر و قسمت که گفتم ای عزیزان همه نیست کسایی نیستن که یعنی امسال فارغ تحصیل شده باشند یک تعداد بسیار انگشت شماری است و البته مشت نمونه خروار است میدونین که افغانای عزیز ما جوانای عزیز ما بسیار لایق و با استعداد هستند از پوهنتون های بسیار نامدار به درجات بسیار عالی فارغ شدن و اینکه من نتونستم معلوماتشان به دست بیارم تقصیر از من نبوده اما همون تعدادی که است با بسیار خوشی با همراهتان شریک میسازم و امیدوارستم که شما عزیزان هم استقبال خوب داشته باشین و جای بسیار شکر است و جای خوشحالی است که امسال یک بهبودی آمده که برای محصلین متعلمین که فارغ شدن امو مراسم فراغتشان صورت گرفت و اشتراک کرده تانستن و این واقعا که جای شکر است که خداوند یک بهبودی را در
برای ما فراهم کرد، با وجود که در داخل کشور تعداد مریضان کرونا بسیار زیاد شده و تعداد زیاد جانهای شیرین خود از دست دادن. و با عرضوی عزیزتیم دعا می کنیم که خداوند به اصطلاح تخم کرونا را از تمام جهان ناپدید و گم بسازد تا همه به خاطر آرام زندگی خود ادامه بدیم. خب دوست عزیز، و حالا می پردازیم به معرفی جوانای عزیز ما که، و یا بگم هموطنای عزیز ما که فارغ شدن، چون آموختن علم از گهواره تا بگور، یعنی هموطنای ما هستن که به سنین وسطی بعد از 40 سالگی تا میرن و یا 50 سالگی درجه ماستری و پیشتی میگیرن و حتی بچلر دیگری، که این بسیار یک کار خوب و عالی است. پس هر کسی که یعنی آموختن قسم گفتم از گهواره تا بگور، مخصوصا ما که در این شرایط طلایی قرار داریم در دنیای غرب، آنقدر شرایط تحصیلات عالی بر ما مهیا است که ما باید از این شرایط خوب استفاده کنیم و به جایی که زندگی را و وقت خود را ضایع کنیم و چیزهای خردروزی که به درد ما نمیخوره، تحصیلات، حتی اگر یک جوانی که به رشته تحصیل میکنه، اگر امو رشته تحصیلی را، امو میجر و یا رشته خود استفاده هم نکنه، باز هم امو مدرک تحصیلی و امو درجه تحصیلی برش دروازه های کار را برش باز میکنه و آینده خوب را برش گارانتی میکنه. از این لحاظ حتی اگر جوانای ما که ما فکر میکنیم که خب بیفایده تحصیل کردن که از رشته خود کار نمیگیرن، بیفایده نبوده. به هر چیزی که، بر هر مسلکی که، ولو که مسلکی که، یعنی شما بود از او قطع علاقه هم کنین، یک درجه علمی داشته باشین، همیشه برایتان یک دستاورد خوب است و همیشه دروازه های کار برای ما باز میکنن. و این جوانایی را که معرفی میکنیم با سلسله مراتب از درجات بلند شروع میشه، مثلا از دکترا، بعد از او درجه ماستری و بعد از او بچلر دیگری، و همچنان یک سه جوان موفق و عزیز را از های سکول هم داریم که معلوماتشان دارم، در موردشان اونا را هم معرفی میکنیم و از اونا هم تجلیل به عمل میاریم. و ای که کدام دکتر و یا ماستر و یا بچلر دیگری را ار کدام با کدام درجه، یعنی اول یا آخر، از اونا یاد میکنم، ای با کدام دلیل نیست، با مو مربوط به ایست که کی معلومات خود با ما زودتر و پیشتر فرستاده بود، نظر به اوست. خب حالا میریم به سراغ معرفی جوان اول ما، عکس اول را که میبینین، المیرا جان یوسفی که یک جوان بسیار موفق لایق هستند. قبل از اینکه یعنی فعلا یک شانک میبینین، از یونیورسیتی آف سان دیگو سکول آف لا جی دی و یا جوریس دکترت دیگری خود گرفتن، که یعنی اینا دکترایشان در رشته حقوق است. و قبل از اینکه به رشته حقوق آغاز کنن، چون امی رشته را علاقه داشتن، امی ساحت فکر میکنم پولیتیکل ساینس میخوندن، در وقت انتخابات دوبار مهمان برنامه ما بودن و بسیار جوان استن که کمیونیتی سرویس هم برشان مهم است و مو فهم و دانش خود در اختیار هموطنان خود هم قرار میدن. و حالا میریم به عکس بعدی که خاطره جان اصیل استن. خاطره جان در رشته ایژوکیشنل لیدرشپ با تاکید در عدالت اجتماعی و یا Emphasis in Social Justice از کالیفرنیا استیت یونیورسیتی فرسنو درجه دکتری را اخذ کردن. و عکس دومشان هم اگر نشان بدیم، که عکس پسر 3 سالشان است، نه خیر، نه، یک عکس پسرشان هم بود، تو بی عکس پسرشان فکر می کنم، بله بله، می عکس پسر خود هم، چون دکتر خاطره اصیل پسر خود هم در این دستاورد شریک می دانه و البته حقش هم است، حق دارن که کار کردن. فکر کنید که یک مادر جوانه که درس می خونه و درجه دکترا را می گیرن و طفل می داشته باشن، حتما یک قلن شاید که طفل در بد نشان بوده باشه که
و درس شروع کردن و یا در وسط درس بودن. و با وجود از اینکه اینا یک طفل شیرخوار هم داشتن، توانستن که درجه دکتری را بگیرن. و دلیلی که این درجه را خواستن اخذ کنن ایست که بخاطر که دانسته ها را با یک روش تفکیک شده میخواین نشان بدن و واضح بسازن که تحصیلات عالی بر زنان افغان نظر به دیگه زنان شرقی متفاوت بوده، مشکل تر بوده و چلنج های بیشتر را داشته. و البته خوشبختانه بگویم که دکتر خاطر اصیل آذر هستن که یک روز مهمان برنامه ما شوند و در این مورد و در مورد چیزهایی را که اینا دانسته هایشان که چیزهایی را که آموختن در این وقت در مورد با ما صحبت کنند. با آله میریم و معرفی مهمان فرق تحصیلی بعدی ما که دکتر فهیمه نادی هستن، که دکتر فهیمه نادی از جمیکا مدیکل سنتر در رشته طبابت داخله پروگرام رزیدنسی خود را به پایان رساندن و آغاز میکنن به سلیپ مدیسن فلوشیپ در تمپل یونیورسیتی پنسیلوانیا که در ماه جولای که البته این موفقیت دکتر فهیمه نادی را برشان تبریک میگم و همچنان به برادرشان مسعود جان نادی که اونا اولین کسی بودن که عکس خواهر خود به ما فرستادن، برای اونا هم تبریک میگم و موفقیت های هرچی بیشتر دکتر نادی را آرزو دارم. و حالا میریم به عکس بعدی که دکتر طارق علمیار همچنان از جمیکا مدیکل سنتر در رشته اینترنال مدیسن رزیدنسی و یا طبابت داخله، اینا هم از جمیکا مدیکل سنتر فارغ شدن و رزیدنسی خود تمام کردن و برای دکتر طارق علمیار هم تبریک میگم. و از محترم دکتر صاحب بابوری اظهار سپاس امتنان میکنم که همیشه لطف میکنن و معلومات امتنان ما را که از شفاخانه زنا از رزیدنسی تمام میشن همیشه بر ما به اختیار ما قرار میتن که از اونا یک جهان تشکر. و عکس بعدی است از یوسف جان انور، دکتر یوسف انور که از NYU Dental School در ماه می فارغ تحصیل شدن. و دلیلی که دکتر انور و یا دکتر یوسف انور خواستن که بر رشته طب دندان تحصیل کنن ای بود که در طول زمان متوجه شده بودن که چیزهای بسیار کوچک و باریک که امرش کار کردن برش علاقه داشتن و در او کار خوب بودن و فکر که امی باعث شد که در رشته طب دندان درس بخونن و آرزو دارن که آفیس خود هم بخیر در بی ایریا پرکتس شخصی خود داشته باشن. و به دکتر یوسف انور موفقیتشان تبریک میگم و به تمام فامیلشان. و آله عکس بعدی رو میبینیم که دکتر البته همکار عزیز تشکر دکتر موری صدیق که همچنان در ماه می امسال درجه دکتری را از استیت فلوریدا اخذ کردن و اکسترنشپ خود در بی مدیکل سیستم گرفتن و همچنان با آرزو دارن که در طبابت عمومی و در آینده در طبابت با سالمندان و طبقه اناس و یا زنان اینا کار خود ادامه بدن. و در مرحله اخذ لیسنس طب سوزنی و اکوپنکچر هم هستن. و دکتر ماری صدیق بچلر دیگری شان در رشته کاردیو پولمونری ساینسز اند رسپیتوری کیر بوده که البته 10 سال در رشته باعث رسپیتوری تراپیست کار کردن که امی باعث شد که دکتر ماری صدیق اینا ادامه بتن به تحصیلات خود برشته طبابت. و یک سم که میبینین از دکتر فرشته سحاق است که دکتر سحاق در کابل و افغانستان در کابل به دنیا آمده بود آمدن و به نبراسکا بزرگ شدن
و رشته بچلر دیگری بچلر فارس در سپینش لیترچر در ادبیات اسپانوی اخذ کردن از کردن یونیورسیتی و همچنان مدیکل دیگری خود و رشته درجه طبابت همچنان از کردن یونیورسیتی سکول آف مدیسن اخذ کردن و دکتر فرشته سحاک Emergency Medicine Residency در University of California San Francisco تمام کردن و فعلا و در دوران تمام کردن Clinical Ultrasound Fellowship در University of California Davis هستن که جالب است که دکتر فرشته سها رشته بچلر دیگریشان اگر متوجه باشین Bachelor of Arts in Spanish literature شاید شما فکر کن چی ارتباط داره با طبابت و این یک نمونه و مثال بسیار خوب هستن اینا که یعنی اطمان وزیست که امو پری ریکوست پریمده گرفتن که شامل شوند با مدیکل سکول یعنی یک وقتی که شما یک چیز درس میخوانین یک رشته را و بعد از او اگر تغییر فکر میتین و یا یکی به او رشته اونا هم به اسپانیش لیترچر اینا هم علاقه داشتن خواستن که او را هم تمام کنن و هم به رشته طبابت تحصیلات خود ادامه بدن این خودش یک نمونه از این میته که نشان دهنده از این که به هر رشته ما اگر علاقه داشته باشیم میتونیم که وقت استعدادش داشته باشیم پشت کار داشته باشیم زحمت بکشیم هر چیز امکان پذیر است و موفقیت فرشته جان سها که نه تنها برای خودشان و فامیل محترمشان بلکه برای مامای محترمشان دکتر سید محترم ناصر اوریا که همکار بسیار خوب برنامه ما هستند برای اونا هم تبریک میگم که خوب است که دکتر سید فرشته جان سها یک نمونه و رول مدل خوب مثل دکتر سید اوریا در زندگی خود دارن که راهنماییشان کنه تشویقشان کنه و البته واضح است که استعداد و لیاقت دکتر فرشته صاحب خودش در درجه اول ضرور است اما بسیار خوب جای خوشی است که یک راهنمایی دارم خب آله میریم ای از این به بعد دوست عزیز یک سایر که میبینین درجه شروع معرفی کردن هموطنان ماست که به عقص درجه ماستری موفق شدن و این چهره آشنا برای شما عزیزان همکار خوب برنامه انسان موفق و خوب و زحمتکش و شخصی که همیشه یعنی همکار بسیار خوب برنامه بودن و مو فهم و دانش خودمو دختر هایی که در ساحه کار دارن همیشه خود در مستر خدمت به هموطنان خود از طریق برنامه ما قرار دادن و میمان ما همیشه می بودن آقای مد احراری که درجه ماستری را در Law Enforcement and Public Safety Leadership از University of San Diego در ماه می اخذ کردن و فعلا مصروف تدریس هستند در LA Sheriff's Academy و پلان آیندهشون ایست که Criminal Justice and Leadership در یک یونیورسیتی تدریس کنن و آقای احراری دیگه نه تنها یک دپیتی شیرف هستن بلکه آله برشون بگویم استاد دپیتی شیرف احراری و موفقیتتان برتان تبریک میگم آله که دیگه انشالله به اصطلاح اکسکیوز ندارین که بیاین در برنامه ما را همکاری کنین بخاطر که بیننده ها همیشه ایمیل میکنن و از شما میپرسن انوز هم فراموش کس نشدین دیگه امیدوارستم که از تجارب جدیدتان همه ما را برخوردار بسازین آقای احراری باز هم موفقیتتان برای شما برای فرشته جان همسر عزیزتان و پسرانتان و به همه فامیل محترمتان از صمیم قلب تبریک میگم و با امید همکاری های هرچی بیشترتان و آله عکس بعدی سارا جان بختیار که درجه ماستری را در International Affairs از کلمبیا یونیورسیتی اخذ کردن و برای سارا جان و فامیل محترمشان موفقیت سارا جان بختیار تبریک میگیم و عکس بعدی دوست عزیز البته ای عکس است که برای ما سال گذشته فرستاده شده بود اما متاسفانه که ما امو وقت برنامه اختصاصی ما تیر شده بود و ناجی جان نورستانی که
بیننده بسیار خوب برنامه هستند و امیدوار هستم که آل هم ناجیه جان و سایر بینندگان ما که از طریق فیسبوک میبینن، فیسبوک لایف هستیم بله؟ از طریق فیسبوک میبینن، امیدوار هستم که برنامه را شریک بسازین. حالا که نام ناجیه جان نورستانی امی تنیم جان انصار نورستانی را دیدم و یادم شد که امیدوار هستم که برنامه را شریک ساخته باشین. و تنیم جان انصار نورستانی از اکادمی نظامی مارشال الکساندر میخالوویچ دیپلم ماستری و تحصیلات خود در بخش انجینیری رادیو تکنیک خاص در ماه آگست سال گذشته به اتمام رسانیدن و کمیسیون انتخابات دولتی لقب انجینیر رادیو تکنیک خاص برای آقای تمیم انصاری نورستانی تفویض نمودن و برای انجینیر تمیم انصاری نورستانی و اما فامیل محترمشان و ناجی جان نورستانی موفقیت تبریک میگم و عکس دوم البته امو دیپلمشان است، ترجمهش به زبان دری. و ای عکس البته جوان ما عزیب به بعد جوان هستن که درجه بچلر دیگری را از پوهنتون های مختلف اینا به اتمام رسانیدن و ای البته دکتر دیوید آبد است که عکس ها که میبینین برشته سایکولوژی این سوشل بیهیویر از یونیورسیتی آف کالیفرنیا ایروین یا UCI فارغ شدن و اینجا چپن سفیده میبینین و تنشون بخاطر که امو سرمونی وایت کوتشان یا چپن سفید در مدیکل سکول است که در GSU سکول آف مدیسن که GSU متعقل نیستم که متخفف کجا است کدام مکتب است در مدیکل سکول آغاز کردن و به دکتر آینده دکتر دیوید آبد موفقیتشان را تبریک میگم. و البته نگفته نباید بگذارم که از محترم دکتر سلیمان فضل یک دنیا تشکر از این که برای ما اینا وسیله شدن که معلومات یک تعداد از جوانای ما را در اختیار ما گذاشتن. بسیار خوشحال هستم از این که اونا تانستن که یعنی از صفحهشان البته گرفتیم ولی باز هم مسئولات داشتم اونا هم روی ما همکاری کردن. و جوان بعدی ما اینا صدف جان قدیر هستن که یک جوان بسیار موفق و خوب هستن که در رشته فیزیکس و ریاضیات معذرت میخوایم یا فیزیکس اند ماتماتیکس از یونیورسیتی آف کالیفرنیا ریورساید اینا در درجه بچلر دیگری خود گرفتن و چون با درجه بسیار بلند اینا موفق شدن پوانتون استنفورد برشان البته راستن در پروگرام PhD در فیزیک اینا را اجازه دخول دادن که یک عکس دیگه هم از اینا داریم که برای صدف جان قدیر و با مادر عزیزشان و همه فامیل محترمشان موفقیتشان را تبریک میگیم. یک عکس دیگه هم است از صدف جان فکر میکنم عکس بعدی اگر همکار عزیز بله خب خب این هم البته عکس صدف جان است. حالا میریم به عکس بعدی که یما جان امین است. یما جان شاید براتون یک چهره آشنا باشه به خاطر که دو هفته قبل هم مهمان برنامه ما بودن و یا هفته قبل بفکر میکنم که مهمان برنامه بودن و بله دو هفته قبل بود چون هفته پیش روز پدر. و یما جان بچلر آف ساینس با کمپیوتر ساینس و همچنین بچلر آف ساینس درجه شده استاتستیکس هم اخذ کردن و پلانای آیندیشون ایست که واشو آغاز کردن. البته تکنیکل پروگرام منیجر در امازون با کار آغاز کردن و اینا برنده سکالرشپ افغان امریکن کمیونیتی ارگانیزیشن که اعلانش دو هفته قبل کردیم در سال 2020 یکی از برنده های سکالرشپ بود که از این معلوم میشه که یما جان جوان بسیار موفق و لایق هستن که تونستن یک سکالرشپ از آن خود کنن. و حالا میریم عکس بعدی که جزمن ایازی. جزمن جان بچلر دیگری را در رشته مولتی میدیا جورنالیسم و همچنان در کریمینالوجی اخذ کردن که دو بچلر دیگری
از ویرجینیا تک، از پانتون ویرجینیا تک 15 می فارغ تحصیل شدن و بعد از او در امی خزان سال جاری با یونیورسیتی آف میشیگن با لا سکول و یا برشته حقوق آغاز میکنن که موفقیت جزمن ایازی را برای مادرشان زرغونه جان ایازی و پدرشان عبدالله جان ایازی و همیشان نجیبه جان ارسلا از همین قلب تبریک میگم و موفقیت های هرچی بیشتر جزمن جان آرزو دارم. و میریم به عکس بعدی که مریم جان تهماس هستن که در رشته پولیتیکل ساینس در بچلر دیگری خورد دارن و رشته فرعی و یا ماینرشان انترنشنل ریلیشنز بوده که از یونیورسیتی آف کالیفرنیا سان دیگو در 13 جون فارغ شدن که با معذرت میخواییم به فامیل محترمشان آقای تهماس و همسرشان و به خود مریم جان موفقیتشان را تبریک میگم و میریم سراغ جان بعدی. عکس بعدی متاسفانه که عکس همکار ما کوشش کردن که بزرگ بسازن ولی امکانش نبود. نادیه جان شرف همچنان از یونیورسیتی آف کالیفرنیا سان دیگو و یا UCSD Bachelor of Science در رشته Business Psychology با درجه عالی سوما کوم لادی در 13 جون اخذ کردند که یعنی درجه سوما کوم لادی یک درجه بسیار بلند است، یک محصله که بسیار نمرات فوق العاده عالی داشته باشه این درجه را از آن خود می سازه و موفقیت نادیه جان شرف و مادر از ایشان منیجه جان شرف و پدرشان ولید جان شرف از صمیم قلب تبریک میگم. و حالا میریم سراغ معذرت میخوایم دوست عزیز، این جوان عزیز ما موره جان ارسلا هستن که از UCI یا یونیورسیتی آف کالیفرنیا ایروین در یک رشته بسیار مشکل که سافت‌ویر انجینیرینگ اینا بچلر دیگری خود گرفتن و نه تنها یک رشته بسیار مشکل را به درجه عالی تمام کردن بلکه در قبل از اینکه فارغ شوند یک آفر کار بسیار خوبی را گرفتن که دست باعث سافت‌ویر انجینیر with Intuit maker of TurboTax and QuickBooks در ماه آگست آغاز به کار میکنن که این یک موفقیت بسیار بزرگ است که یک دگرشته بسیار مشکل و اینا به قرزودی پیش از اینکه فارغ شون کارشان کار برشان آفر شده. از این معلوم میشه که موره جان بسیار جوان موفق و با استعداد و لایق هستن و برای مادر عزیزشان روزیه جان ارسلا و پدرشان سلیمان جان ارسلا موفقیت موره جان از صمیم قلب تبریک میگم و موفقیت های بیشترشان آرزو دارم. و حالا میریم به جوانه بعدی ما که عکس از اینا هم بزرگ نشد و تقصیر از ما نبود دوست عزیز، نجیم جان کنشکا که دمی آخر دمای می باید شاید جون بوده باشه، فکر میکنم چون از UCSD University of California San Diego فارغ شدن اتمن از اینا هم 13 جون بودن. Bachelor of Science درجه Bachelor of Science در Data Science اخذ کردن و بنیلاب جان سرابی مادر عزیزشان که یک کمدین توانا و مادر موفق هستن که با تمام مصروفیت ها با فرزندانشان از حد اندازه میرسن یک مادر بسیار موفقی هستن که با در پهلوی مصروفیت های خودشان همیشه دیده میشه که چقدر با فرزندان خود رسیدگی توانستن که این موفقیت برای نجیم جان و برای نیلاب جان سرابی و برای همه فامیلشان از صمیم قلب تبریک میگم. و عکس بعدی است از ندیمه جان صافی که اینا هم عضو افغان امریکن کمیونیتی ارگانیزیشن هستن که اینا ندیمه جان هم برنده سکالرشپ سال 2020 از افغان امریکن ارگانیزیشن
بودن که African American Community Organization یا AACO بودن و در ماه می از University of Colorado Denver در رشته Public Health یا صحت عامه درجه بچلر دیگری درخص کردن و آرزو دارن که با تبابت دندان و یا دنتل مدیسن دنتل سکول ادامه بتن و موفقیتشان تبریک میگم و آله میریم به عکس بعدی که ای هم فکر میکنم که عکس ندیمه جان است و اینجا میلاد جان توفیق داریم که عکس از اینا هم بزرگ نشد متاسفانه. میلاد جان در 12 جون از UCSD University of California San Diego فارغ تحصیل شدن و یا البته از اون وقت خود هم یک سال پیشتر فارغ شدن چون البته بسیار جوان لایق بودن وقت خود به جای مصرف نکردن از صرفای اضافی یتمن گرفتن که یک سال وقتر فارغ شدن و در سال دومشان در UCSD بودن که از UCLA هم برایشان قبولیشان آمد اما تصمیم گرفتن که با مونجا با یونیورسیتی آف سان دیگو ادامه بتن و موفقیتشان برای مادر عزیزشان و فامیل محترمشان و خود میلاد جان توفیق تبریک میگم. و جوان بعدی ما انجلا جان نجیبی هستند که انجلا جان هم جوان بسیار لایق و موفق هستند و از میرد کالج اینا فارغ تحصیل شدن و هم دو درجه بچلر دیگری گرفتن و دو سرتیفیکیت هم در رشته‌های مختلف گرفتن که موفقیت انجلا جان ما تبریک میگم برای خودشان و برای همه فامیل محترمشان. متاسفانه که ما البته سوال هم کردم از پدرشان که درجهشان به چی بود فکر میکنم جواب هم دادن اما فعلا پیش من نیست ولی در قسمت دوم برنامه شاید باز دو قسمت باز هم روشنی پرتم. جوان بعدی ما صفی جان رعوف هستن که بچلر آف ساینس در هلت استادیز از یونیورسیتی جورج تاون اخذ کردن که موفقیت سفید جان رعوف برشان تبریک میگیم. و جوان بعدی ما ادریس جان کرزر هستن که از اوهایو استیت یونیورسیتی اینا فارغ شدن و در وال استریت فرم بلک راک در آگست مای آگست اینا کار خود آغاز میکنن از اینکه یا جوان موفق و کارشان پیش از گریجویشن و فارغ تحصیلی معلوم بود یک موفقیت بزرگ از خودش و برشان تبریک میگیم. و جوان بعدی ما هستن لیما جان بارکزای که اینا دیگری خواهد در رشته هلت ساینس اخذ کردن از کالیفرنیا استیت یونیورسیتی ایست بی در ایوارد کالیفرنیا که موفقیت لیما جان برشان تبریک میگم. فکر میکنم که یک عکس دیگه هم داشته باشه لیما جان اگر اشتباه نکرده باشم. بله خب برای این جوان عزیز ما که از پوانتون های مختلف فارغ شدن برشان تبریک میگم. و عکس بعدی را که برتان نشان میتم دوستای عزیز ای یک جوان بسیار موفق است که قوت قلب برای همه میبخشه بس لایک انسپریشن هستن برای همه ما که اسمشان از امرجان احمد ترین که از Mountain View Valley High School در میسا اریزونا در 20 می فارغ تحصیل شدن و بعد از های سکول پلان دارن که به Blindness Training Center منیسوتا برای 6 ماه برن که یاد بگیرن که چطور باعث یک محصل نابینا خودشان خودکفا باشن و خودشان زندگی خود به تنهایی پیش برده بتانن و بعدا میرن به کالج به نورت اریزونا یونیورسیتی در فلاگستاف و رشتهشان فلسفه سیاست و قانون و یا فلسفی لا و پالیتیکس و پلانهای در از مدتشان ایست که به لا سکول برن و وکیل مهاجرین شوند و با وجودی که امرجان احمد ترین اینا کمبود بینایی داشتن بسیار یک موفقیت بزرگ است که
برشان، برای خودشان و فامیل محترمشان تبریک میگم که واقعا جای خوشی است که هموطنای ما با وجود یک کمبود که کمبود بینایی یا کمبود بسیار بزرگ است دوستای عزیز، و بعضی ها این کمبود قسم فکر میکنن که یعنی محدودیت برشان میافرینن، اما چون امرجان ترین اینا یک جوان زحمت کش بودن و بعد درجه خوب از های سکول تمام شدن، فاکلته شروع میکنن و میخوانند که یک قانوندان شوند. یک عکس دیگه هم ازشان دارم و بسیار خوب، تشکر بسیار. و عکس بعدی هم یک عکس بعدی رو میدیم، میبینیم که جوان بسیار عزیز و نازنین است، زکی جان تایتزوی که به درجه والدکتورین یا شاگرد موفق و ممتاز از که اوسط نمراتش از 4.0 بسیار بلندتر بوده که چپن سفید و مدال ها را یعنی باعث شده که اخذ کرده بتونه و با تحصیل نامه ها و مدال از الیسون گل های سکول فارغ تحصیل شدن و به رشته اکاونتینگ تحصیلات خود ادامه میتن. و برای زکی جان که یک نوجوان بسیار لایق و زحمتکش و مؤدب و موفق هستن، موفقیتشان به خودشان تبریک میگم، برای مادرشان زوره جان و پدرشان وحید جان تاجزایی و به همه فامیل عزیز موفقیت زکی جان تاجزایی تبریک میگم. و جوان البته last but not least که بسیار موفق را که ما براتان برای آخر نگاه کرده بودم، رسول جان بها که همچنان با تحصیل نامه ها و مدال های بیشمار که مدال ها را میبینید نام خدا در گردنش از اندازه زیاد است، از الیسون گل های سکول یک عکس دیگهشان هم داریم و بسیار درجه بلند و موفق و موفق از ممتاز که از درجه ممتاز کرده هم بلندتر است که والدکتورین بودن فارغ شده و تحصیلات خود در رشته هیروسپیس سپیس انجینیرینگ آغاز میکنه و همچنان یک با تمام تقدیرنامه ها و مدال های که رسول جان اخذ کردن، در مورد یکش میخوایم که صحبت کنم که letter of commendation و یا تقدیرنامه merit scholarship program بوده که در این scholarship merit این تقدیرنامه بر کسای داده میشه که در یا داده شده که در امسال از 1.5 میلیون شاگرده که فارغ شدن، اینا در جمله 50,000 تاپ بودن، از 1.5 میلیون اینا در جمله 50,000 تاپ یا بلندترین بودن که این تقدیرنامه را از آن خود ساختن که واقعا موفقیت برای رسول جان بها، برای مادرشان امیرا جان و پدرشان نیم جان بها از صمیم قلب تبریک میگم. وای که رسول جان، جوانای ما میبینن که چقدر دیسترکشن است دوستای عزیز، و رسول جان تانسته با تمام این دیسترکشن ها تانستن که اتو تمام این مدال ها و تقدیر نامه ها را از آن خود بسازه. واقعا قابل افتخار و خوشی است. و این تعداد زیاد جوانای ما واقعا دوستای عزیز میبینیم که در دنیای امروز اینقدر دیسترکشن برای جوانا است، اما این که جوانای ما با تمام امی چیزهایی که فکرشان را خراب میسازه از وقت استفاده میکنن، درس میخوانن و به درجات خوب خود میرسانن، جای افتخار و خوشی است. خب دوستای عزیز، حالا یک وقفه کوتاه میگیریم و بعدا مهمان دوم برنامه ما که بسیار مهم است برای جوانان عزیز ما که علاقه دارن برای سکالرشپ، برنامه را حتما ببینین. بعد از وقفه کوتاه از طریق زوم مهمان عزیز ما را با خود می داشته باشید. توانا بود، ارکی دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود.
خب دوستان عزیز، با سلام های مجدد، من مریم اسماعیل ارسلان در برنامه پو هنر نادر و دانش روشنایی است با شما هستم. در قسمت برنامه به معرفی مختصر مهمان خوب و عزیز خود آیرا خوشجان فیض قیصری که یک مهمان که یک فعال حقوق زن هستند و در افغانستان در هنگام و دوران جنگ های داخلی تولد و بزرگ شدند و در سال 2015 در رشته سیاست بین الملل و پیس اند کانفلیکت درجه بچلر دیگری را اخذ کردن و درجه ماستری را در رشته جندر انالیسیس این کانفلیکت ریزولوشن از فلیچر سکول آف لا این دیپلومسی از پوانتون تفت اخذ کردن و همزمان با کار فول تایمی که این جوان عزیز کار فول تایم میکنه و در عین وقت با جوانا در قسمت راهنمایی و دریافت راه‌های دریافت اسکالرشپ ها با جوانهایی که از فارغ التحصیلین مکاتب عالی و یا پوانتون ها هستن، اینا همیشه برایشان زحمت میکشه و برایشان راههایی را نشان میده. من در موردشان زیاد صحبت نمی کنم به خاطر که چون وقت کم است، میخوام از زبان خودشان در هر مورد صحبت های خودشان را بشنوین، چون بسیار مقبول صحبت میکنن، یک سپیکر بسیار خوب هستن، یک فعال حقوق زن هستن که نه تنها بر زنان افغان، برای همه سخنرانی های بسیار خوب میکنن و همچنان در یوتیوب چنلشان هم در مورد اسکالرشپ ها لینک های است که مورد صفحه فیسبوک خود در صفحه فیسبوک خود بر در امی برنامه میگذارم که شما جوانای عزیزی که علاقه داشته باشین از او استفاده کنین. آی خوش جان، سلام، خوش آمدین، بسیار خوشحال هستم که با ما هستین، تشکر از حوصله‌مندیتان. سلام مریم جان، خوب هستین؟ سلام، خوب، بسیار زیاد تشکر از اینکه مرا در برنامه مقبول و زیبایتان دعوت کردین. بسیار خوشحال هستم که همراهتان هستم و تمام فارغین که نامایشان نگرفتین از صمیم قلب مبارکی میگویم. دیگه خدا کنه که افتخار کنن به دستاوردهایشان و یک آینده خوب و خوش و روشن برشان آرزو دارم. تشکر، لطفتان است. و شما خودتان یک جوان بسیار موفق و قابل افتخار هستین، یک نمونه و مثال خوب، یک قوت قلب برای هم هستین. من هر باری که پوستایشان رو میبینم با من یک احساس خوشی دست میده. سلامت باشین، زنده باشین، شما مهمان هستین. البته چون ما بسیار معرفیتان رو مختصر کردم، اگر خودتان هم چیزایی که ما نگفتیم چون میخواییم که از زبان خودتان بیننده ها بشنوان یک معلومات بتین، خوش میشم چیزایی که ما نگفتیم. تشکر، سلامت باشین. قسمی که مریم جان گفتن اسم آیروخش است، اما از مزار شریف هستم، به ولایت فاریاب تولد شدیم، اونجا بزرگ شدیم و بعد از جریان طالبان مزار شریف آمدیم و از سال 2006 ما اولین بار بود که امریکا آمدم. در یکی از برنامه‌های که از طرف وزارت خارجی امریکا سپانسر شده بود، ستیت دیپارتمنت، ما همراه با 39 شاگرد دیگه از افغانستان آمدیم برای یک سال سکالرشپ در مکتب مثل پدهی خود و در شهر سندیگو در ایالت کالیفرنیا خواندم و بعد از فارغ شدن از سنف ده دوباره برگشتم افغانستان، لیسه خود خلاص کردم و بعدا در سال 2011 در بورسیه ها متفاوت اپلای کردم و بالاخره در یکی از بورسیه هایی که برای دختر خانمای افغان بود از طرف یک برنامه آمدیم در سال 2011 به خاطر برنامه لسانسم. لسانسم ما 2015 قسمی که گفتیم خلاص کردم، در یکی از کوانتونای خرد بود در ایالت پنسیلوانیا. البته هم سکالرشپ گرفتم قسمی که شما در جریان برنامه یادآوری کردیم، مریت بیس سکالرشپ بود، به کسای داده میشد که یک شاگرد می بود که ممتاز می بود، لایق می بود و در پهلوی از او فعالیت هایی را در کشور یا در کمیونیتی و اجتماعشان می داشته بودن که بر مردم بسیار مفید تاثیر گذار بوده باشه و بنابر به دلایلی که بود اینا بر ما بورسیه دادن و ما تونستم که بیایم در اینجا و 4 سال به حساب دانشگاه خودم در جونیور کالج در سنچر
پنسیلوانیا که در مرکز پنسیلوانیا بود، من بتونم درس خود خواندم. بعد از فراغت از لسانس من یک سال کار کردم به خاطر اینکه تجربه حاصل کرده بتونم. بسیار پلان داشتم، پلان در آزمودات معمی بود که من برم ماستری خود بخوانم، ولی به خاطر ماستری بیشتر شما دانشگاهی که درخواست میکنین یک تجربه کاری لازم است. بنابر از رو اومد از ریم گرفتم که بعد از لسانسم یک سال شهر سیاتل رفتم با یک نهاد کار کردم که در برای دخترای افغان در افغانستان مکتب و دیگه برنامه های تعلیمی اینا می ساختن. و از طریق اون متانستم که برنامه های را برشان کمک کنم و برنامه هایی را برشان خودم آغاز کنم. مثلا یک برنامه را من دیزاین کردم که در بخش کاهش ازدواج های قبل از وقت یا اگر همکار عزیز اینجا ما که ما تال با فیسبوک نبودم چون مصروف خواندن اسمای همه بودم، بیننده ها نشته کردن که آواز نیست آیا و ما متاسف هستم از اینکه یک برنامه سرشما بسر زحمت کشیده بودم و دوستای ما ناجی جان ارسلایی آله آواز میشنوین و همچنان خانم ترین شما آواز میشنوین آله. ما متاسف هستم از این که ما معذرت میخوایم، باید ما میدیدم، اصلا ما اعتماد کردم و به فیسبوک نرفتم چون مصروف معرفی جوانا بودم، ولی میخوایم که اقلا آواز این مهمان ما رو بشنوین و بعدا از کسایی که نشنیدیم از طریق یوتیوب باز لینکشان میگذارم که ببینین. امیدوارستم که زحمات ما ادر نرفته باشه و دوباره برتن وعده میتم که برنامه را از طریق امی برنامه را تکراری باز هم میگذارم. خب آیا اثر شروع کردین همکار عزیز؟ چطور است؟ ادامه بدیم؟ خب خب من نمیفهم، کاش که از اول متوجه میشتین. امور من پیام کردم به زوم و بر خودتانم فکر میکنم میشه که لایو کنسل کنید دوباره لایو برین شاید کمک کنم. بله آله. خب خب نه خیلی لایو کنسل کنیم با زده یوتیوب پورا نمیه پروگرام. خب باز همین برنامه تکراری میمونیم از طریق یوتیوب که کلگی مکملش هم ببینن، فرق نمی کنه. خب آله میتونه که مهمان ما صحبت خود آغاز کنن؟ خب ادامه بتین بفرمایین. خب خواهش میکنم. بله درباره برنامه قسم میکردم که برنامه را آغاز کردم در این حد که ما کوشش کردیم که ازدواج های قبل از وقت یا ازدواج های دختر خانم هایی که در وقت طفولیتشان سرشان قبولانده میشد که اونا را ما کاهش بدیم، بخاطر که بعض مکاتب را که این حد جور میکرد وقتی که دخترها در سن لیسه میرسیدن بیشترشان دراپ اوت میشدن یا از مکتب دوباره دیگه نمی اومدن و دلیل بیشترش همین بود که یا نامزاد میشدن یا عروسی میکردن. بالاخره من تصمیم گرفتم که امیر تعداد دخترایی را که حداقل بتونن لیسه را خلاص کنن و از های سکول فارغ شون امیر تعدادشون نمبرش بالا ببریم و برنامه‌ای برشان جور کردیم مثل سنفای کامپیوتر که بتونن کامپیوتر یاد بگیرن یا ایمیل جور کردن یا درخواست دادن و وظایف که اینا بتونن که سکلای خود یا مهارت‌هایی را یاد بگیرن که بعد استواردن کار و وظیفه برشان کمک کنه و هر چقدر که از لحاظ اقتصاد برای خودشان کمک کنه میتونستن. این دلیل میشد که اینا مجبور نشن که احساس کنن که به خاطر که زن هستن باید شوهر کنن و که مصارفشان قسم جا به جا شود. دیگه بعد از او یک سال اونجا کار کردم و تصمیم گرفتم چون در ویزه شاگرد داشتم پیش از اینکه ویزه کارم خلاص شود و ماستری خود اپلای کردم و در کوانتون تفتس یکی از بزرگترین کوانتون های دانشگاه های امریکاست من تانستم که بورسیه بگیرم و دو سال ماستری خود در بخش کانتراکت رزولوشن و دیپلماسی بخوانم و من خوشحال هستم که امروز امرایتان هستم به خاطر که من مریم جان زیاد دوست دارم که چون خودم من این را یک بار پیمودیم، البته آسان نبوده مشکل بوده، ولی چون من میرا را یک بار تقیم بودیم زیاد دوست دارم که تجربه خود با دیگران جوانا خصوصا اونایی که در افغانستان هستن، جوانایی که در امریکا هستن البته با اونها همچنان، ولی جوانایی که در افغانستان هستن بعضی تریک های خرد کوچک مثلا است یا مثلا از لحاظ تجربه یا کمک کردن به کمیونیتیشون که بسیار کمکشان میکنه که بتونن اسکالرشپ های در امریکا در اروپا در کانادا در استرالیا بگیرن امروشون کمک کنه و خوش دارم که تجربه خود باشون شریک سازم تا بتونه
یک دو جوان را کمک کنم. مثلا چون و یکی از دلایلش هست که در جریان چند سال گذشته چه قسمی که شما خبر دارین ما جوانای زیاد داشتیم که از لحاظ از راه غیر قانونی خواستن از افغانستان براین اروپا برن امریکا برن و بیشترشان غرق شدن مردن و اینا رو دیده دل ما تک تک میشه. میگم بیشترشان جوانایی که در اونجا کورس خواندن به حد انگلیسی یاد دارن که بتونن در اینجا بیان فقط با چند لسان با چند سنف بتونن در سنفای لسانس بشینن، ولی بجای از این که رای قانونیش یک بار ببینن چون فکر میکنن که امپاسبل یا غیر اصلا امکان نداره غیر ممکن است، بجای از این گوره حتی یک بار ببینن رای غیر قانونیش میتن و امو هزارها دلار را که میتونستن یک چند سنف که در اینجا بیان بگیرن در او مصرف کنن امو چند هزار دلار را میتن و قاچاق برا و خدای نخواسته بیشترشان یا زخمی میشن یا میمورن یا که یک جای میرسن دوباره دپورت میشن. دیگه خوشا هستم هستم و امیدوار هستم که بعض چیزا را امرایتان روی شما از طریق شما با این جوانا شریک بسازم که کمک کنه چند نفر اسکولارشیپ بتونه بگیره. خب بفرمایید شما درباره اسکولارشیپ صحبت کنین، من هیچ از پیشتم سوال نمی کنم به خاطر که وقت زایی نشه. چیزایی را که شما فکر میکنین دانستنی های مهم است برای وطنای ما در مورد صحبت کنین. خب یک چیز مهم اول بسیار مهم است که لسانی یاد داشته باشن. اگر قرار است که دوستان ما مثلا میخواین بیا امریکا درس بخونن یا اروپای مثلا کشورهای اروپایی اگر مثلا انگلستان میرن یا استرالیا میرن لسان انگلیسی بسیار مهم است. و از من مثلا از من زیاد سوال میشه وقتی که من ویدیوهای خود در یوتیوب پست میکنم دوستان نشون میدن که من انگلیسی زیاد یاد ندارم ما میتونم بیایم یا راه پیدا میشه که من بدون اینکه لسان یاد داشته باشم بیایم. و من جواب ما برای دوستان ما همیشه نه است، لسان تا یک حد باید یاد داشته باشن. و مهم گپ مهم دیگه ای است که باید بفهمن که در کدام کشوری که درخواست میکنن کدام امتحانا مهم است که باید در اون یک نمبر خوب اینا بگیرن. مثلا اگر شما میخواین در امریکا بیاین درس بخونین و اگر در بخش های سکول یا لیسه یا مثلا سنت 9-11 میخواین بیاین اینجا بخونین و همچنان در قسمت کالج یا دانشگاه لسانستان درجه لسانستان باید شما امتحان تافل بدین. امتحان تافل خیلی مهم و ضروری است. بیشتر پوانتونایی که شما دانشگاه های درخواست میدین سکور تافلتان یا امون نمره تافلتان استان میخواید. و اگر شما درخواست میدین به کشورهای مثل جرمنی و انگلستان و فرانسه و اینجا باز اونا بر امتحان ایلتس که از اون یک امتحان دیگه است تقریبا بسیار زیاد مشابه است، فقط نامش فرق میکنه و یک امتحان متفاوت است. شما باید و سکور نمره بندیش متفاوت است اون امتحان باید بدین. از این خاطر قبل از اینکه شما تصمیم میگیرین که به کدام کشور درخواست بدین اول باید بفهمید که کدام کشور است و بعدش امو دانشگاهی که میخواین درخواست بدین اونا رو ببینین و ببینین که شما را مثلا امو قبول سکور یا نمره درجه که در اون پوانتون یا دانشگاه قبول میشه چی است که در اون خود برابر کده در اون امتحان پاس داده بتارین. مثلا دلیلی که میگم این است که بعضی دانشگاه هایی است که مثلا تافل شما را میگه از 75 بالا شما نمره بگیرید ما قبول میکنیم، اما بعض دانشگاه هست که میگه نه باید 100 بگیری، اگر 100 نگیریم بر ما درخواست نکنید به خاطر که درخواست بدیم ما قبول نمیکنیم. یکی او است. دوم در اینجا در سیستم امریکا وقتی که شما به دانشگاه یا مکتب یا حتی بر ماستری و پی اچ دی درخواست میدین یک در امو درخواستیتان بسیار در دراز است. مثلا یک اسی باید نشته کنین، یک مقاله نشته میکنین در پهلوی از اینکه شما تافل امتحان میدین ایلتس امتحان میدین او اگر ماستری شما درخواست میدین یا پی اچ دی بر شما امتحان جی آر ای را باید بدین که جی آر ای تافل فقط انگلیسی است، مثلا رایتینگ ریدینگ لیسنینگ و اسپیکینگ داره. جی آر ای باز در پهلوی از اینکه انگلیسی شما را امتحان میکنه در پهلوی از او که او کوالیتیتیو بخشش است. کوانتیتیتیو بخشش است که او شما را نالج که معلومات که در بخش مثلا ریاضی و هندسه و مثلثات دارید او را امتحان میکنه. سو جی آر ای بخش ریاضیش هم داره او را باید حل کنه و در بخش لسانش انگلیسی سوالای ریدینگ و رایتینگ و اسپیکینگ هم داره. یک چیز دیگه تجربه است. وقتی شما امو قسمی که گفتم اسی نشته میکنین یا یک مقاله نشته میکنین در اون مقاله باید از نتنهایی که خود معرفی میکنین باید
پوهنتون. مریم جان در این باره مطمئن است میفهمند. در امریکا سیستم یک قسم است فرهنگ درخواستی دادن یا درخواست دادن، چی به مکتب باشه، چی به دانشگاه باشه، چی در یک وظیفه باشه، شما باید مهارت های خود را به شکل بفروشید. میگه you have to sell yourself، که یعنی باید خود تعریف کنه. در فرهنگ ما شما گپ نداریم که آدم میگه خود کس تعریف کنه بسیار زره قسم چی میگه، ولی در اینجا متاسفانه من قسم است که شما باید خود را به شکل تعریف کنیم که از اینا را قدر امپرس کنیم که اینا بگوین که واو این شاگرد چقدر تجربه خوب داره در کشورش، چقدر به اجتماعش مفید ثابت شده، چقدر کارهای بر مردم خوش کرد، مردم خوب کرده. اگر این ایده در کمپس ما در مکتب ما چقدر شاگردای ما از یاد میگیره. من فکر میکنم که زلایلی که مثلا من شخصا انتخاب شدیم، چی در لسانس بوده چی در بخش ماستری بوده، تجربه ما بوده. مثلا ما بعد از بخش زنا زیاد کار کرده بودیم، برشان کمک کرده بودیم مکتب جور کنیم، صنفای کدینگ جور کنیم، صنفای کامپیوتر جور کنیم، کمک کردیم. حداقل امیدوار هستیم که کمک کرده باشیم که تعداد ازدواجای تفلارا یا ازدواجای قبل از وقت کم کرده باشم. این چیزاییست که اینا در اپلیکیشن ما ذکر کرده بودم، ما اینی کارا را کردیم و ما میخواییم که مثلا مهارت‌های ما یا سکیل‌های بیشتر معلومات بیشتر یاد بگیرم بیایم در دانشگاه شما که من را کمک کنه که من یک رهبر بهتر بتانم برای زنای افغان در افغانستان شوم. و این قسم شما بعضی‌ها فکر میکنن که من پول دارم، من میتونم برم مرد کار کنم، ولی به اینجا قسم نیست. شما حتی پول دارم باشین، اونمو تجربیات بسیار مهم است. ضرور نیست که پول دار باشین مثلا یک قسم تجربه رو بعدش برین. میتونین که بیخی برین یک کار رضاکارانه بکنین، برین امروی مثلا در افغانستان ما گداگر مثلا چه قضیه داریم، برین امروی یک چند نفرش بشینین کمک کنین مثلا در یک چند تایش. ما در افغانستان ما میرفتیم در صحن دانشگاه بلخ زیاد کثافت داشت، ما میرفتیم خلدار امروی چند نفر دوستای ما میرفتیم، خود ما میخریدیم، زغالدانی میخریدیم، ترشکنا رو میبردیم، برای شاگردا توزیع میکردیم در لیلیه و خود ما صحن دانشگاه رو ما پاک میکردیم. از این مثلا مصرف زیاد بر ما نمیشد، ولی یک کار بود که به خاطر محیط زیست، به خاطر که شهر ما خانه ما احساس میکردیم، ما این کار میکردیم. و این کارا یا مثلا ما میرفتیم در اورفنج یا جایی که مثلا طفلای یتیم نگاه میشد، امروش میشستیم میکردیم. او که مصرف زیاد نمیخواد، فقط میشتیم که برشان یک کم لبخند بدیم، تو یک 10000 افغانی 20000 افغانی از این سوسو قوم خیش فور بیاد جمع میکردیم، برشان رزمستان بود میخریدیم یا جاکت میخریدیم میبردیم، امروش میشتیم برشان تحفه میکردیم، یک لبخند برایشان میآورد. این نشان میداد که ما میخواهیم که یک جامعه بهتر، صحیح‌تر، پاکتر داشته باشیم. و این میکولگیش درباره شما وقتی که در اپلیکیشن تا درخواستی تا نوشته میکنین کمک میکنه که شما را کسایی که میخوانن انتخاب میکنن کیش کدام شاگرد در پوهنتونشان بیایه، کمک میکنه که شما را بشناسن اونا، چون از روی شما را نمیبینن، ولی چیزی که نشتم میکنین شخصیتتان بشناسن و میبینه که آینده شما تا کجا شاید برسه و نظر به او شما را انتخاب میکنن. او دوست سیومی است که زیاد بسیار کسا مثلا میگن آما میخوایم در این شهر برم، در این ایالت برم. این مهم نیست، مهمی است که شما باید بفهمید که در کدام رشته علاقه دارین، رشته خودم مطمئن شوید، کوشش کنین که رشته خودم مطمئن شوید. مثلا بعض شما دانشگاه هایی را پیدا میکنین که شاید در بخش بزنس بسیار یک دپارتمنت خوب داشته باشه، ولی در بخش سیاست دپارتمنتشون اصلا قدر خوب نیست یا مشهور نیست یا برنامهشان خوب نیست. نه، وقتی که شما به رشته تان مطمئن بودین، کمکتان میکنه که شما امور را باز تحقیق کنیم که مثلا در امریکا یا در انگلستان یا در کانادا کدام دانشگاه ها برنامه بهترین برای بخش بزنس داره، کدام دانشگاه بهترین برنامه را برای کامپیوتر ساینس داره، نظر به او دیده باز میتونید که شما درخواست بدین. ما زیاد دیگه دوستای دیگه مثلا یکان برنامه برای زنا هست، ولی از ما یکان وقت دوستا که پسر هستن دوستای ما پسر میکنن که ولی کل برنامه برای دختر هست، ما میتونیم چه قسم میتونیم درخواست بدیم. برای زیاد دوستا بازم شما وقتی که لسان یاد داشته باشین، امتحان تافل یا جی آر ای یا آیلتس بدین، میتونین که نمی درخواستی خودتون آنلاین خانه‌پوری کنین و بیشتر موارد مواده میتونم اگر 100% براتون بورسیه نتن، در بیشتر دانشگاه هایی که شما درخواست میدین حد اقل 50% براتون بورسیه میدن. بعدش میتونین شما بعد از اینکه از خود پوهنتون 50% مثلا 60% یا 70% بورسیه بگیرین، میتونین بعض بورسیه های دیگری که در پهلوی از او است که مثلا مستقیما از دانشگاه نمیگیرین ولی دانشگاه لینک هایش میتونه براتون روان کنه، شما میتونین که آوتساید separate link است، او را برای شما درخواست میدین، یک مقاله دیگه مثلا نوشته میکنین و دلیلش میگین که چرا
شما مثلا باید بیدیم بورسیه یا اسکالرشپ اضافی را بگیریم، باز نظر به او دیده، نظر به بک‌گراند شما دیده، نظر به اسه شما دیده، اونا انتخاب میکنن که چقدر پول اضافی بر شما کمک کنن. این موارد بسیار مهم بود که من براتون چی کردم. بر دوستان ما که در امریکا هستن، بر جوانایی که در امریکا هستن، اگر شما فامیل هستین که در امریکا زندگی میکنین و دختر دارین، بچه‌ای دارین که مثلا تازه از مکتب فارغ میشن، من براتون یک برنامه را یک لینک پیشنهاد میکنم که شما را فالو کنین. ما و یک چند نفر دوستای ما، البته یک خورخندین به نام الهه شریفی است، یک برنامه تازه را شروع کردن به نام افغان پایونیرز. در اینستاگرام پیجشون افغان پایونیرز است. اینا یک گروپی از شاگردای مثل ما که در یا از افغانستان آمدیم، تلاش کردیم، سکولرشپ گرفتیم، به اینجا خود رساندیم، تقریبا همه کسایی که منتر هستن یا به حساب رهنما هستن، برای شاگردایی که تازه در امریکا از مکتب فارغ میشن و ضرورت یک کش ضرورت دارن، یا میخواین یک امروی یک کسی صحبت کنن که یکم میشن کمکشان کنن که انسپایر شون. اینمی برنامه افغان پایونیرز میتونه شما را با راهنماهای کانکت کنه در بخش رشته تون. مثلا اگر یک بچه‌ای دارین که میخواد کامپیوتر ساینس بخونه، ما میتونیم از طریق از این برنامه ایره با یک کس کانکت کنیم که در بخش کامپیوتر ساینس هم بوده، یا از افغانستان در اینجا مستری خود خوانده، یا در اینجا کلان شده، اینجا مثلا دکتر شده یا انجینیر شده، که میتونین امرایشان فقط یک شنبه پیشنین یا از طریق زوم یا اسکایپ امرایشان زنگ بزنین. در بخش اپلیکیشن تون اگر کمک ضرورت داره تفلایتون، میتونن امرایشان کمک کنن، میتونن بگوین که در کدام مثلا دانشگاه اپلای کنن که برشان کمک کنه. در هر قسمتی که این برنامه بتونه، این یک برنامه است که بیشتر فعلا منتورشپ برای شاگردا، برای جوانایی که در امریکا است فعلا است، و برای جوانایی که مثلا از امریکا بیرون هستن، در خارج هستن، من فکر میکنم بهترین چیزی که شما میتونین بکنین امی وقتی است که خود برسانین، درس بخونین، وقت خود در سوشال میدیا، در فیسبوک یا اینجا لطفا ضایع نکنین، هر چی کوشش میکنین درس بخونین. اگه 5 دقیقه یا نیم ساعت پیش از خوابتون وقت بیکار دارین، یک کتاب بگیرین، باز کنین، یک چند سوالش جواب بدین یا تمرین کنین، و وقتی که شما خودت به یک جای احساس میکنین که آماده هستی، درخواست بدین، درخواست میتونین بدین، میتونین که از دوستایی که یا از فامیلتان یا اقاربتان یا کسایی که میشناسین که در بورسیای هندوستان، پاکستان و امریکا و یا جای دیگر رفتن، از اونا همکاری بگیرین. برای من نوشته کنین، من آیروخش AIROKHSH نام ماست دیگر، نام به نام من در دنیا نیست دیگر، میتونین من را پیدا کنین در یوتیوب، من میتونین برین ویدیوی من ببینین که من در ویدیو کلش توضیح کردیم که کدام کتابا را بخونین، کدام بخشایش و کدام بخشا مهم است. مثلا اگر شما بزنس میخواین بخونین، در این امتحانا در بخش کوانتیتیوش اگر شما بهتر حل کنین، براتون زیادتر کمک میکنه. اگر کامپیوتر مثلا پولیتیکال ساینس میخونین، در بخش کوالیتیتیوش شما بهتر سوالاش خوبتر حل کنین، او براتون کمک میکنه. دیگه در ویدیو من زیاد چیزا را ذکر کردیم، بیشتر سوالایی که از من مثلا در فیسبوک یا در یوتیوب میشم، کوشش میکنم که اون سوالا در بخش یک ویدیو کلش جور کنم و سوالای شاگردایی که میخواین اسکالرشپ های بیرون از افغانستان بگیرن، برشان کمک شود، توضیح میدم. ولی کوشش کنین که از طریق درس پیش برین، لطفا غیر قانونی نبرین، چون رایش آخرش خطر داره. هرچی میتونین درس بخورین، خود برسانین، و اگر هر وقت شما بتونین که درس بخورین، تحصیل کنین، هم به خودتان کمک کده میتونین و هم به جامعه تان و هم به خانواده تان شما کمک کده میتونین. واقعا بسیار معلومات خوب، بسیار تشکر. خب یعنی که به صورت عموم میتونیم خلاصه کنیم که معلومات مشخص اگر میخواین بله یوتیوب شما مراجعه کنن، و شما را البته آرخش جان نامشان در روی صفحه تلویزیون است، تخلصشان نام مکملشان است، میتونین بنویسین نامشان را سرچ کنین که امرشان با تماشند که درباره اسکالرشپ های مشخص، درباره ازی که چطور میتونین اسکالرشپ ها را دریافت کنین، چی چیزا براتون کمک میکنه، یه همیشه میتونین که از خودشان مستقیم، به خاطر که بعد چند دقیقه برنامه مشکل است که درباره هر چی صحبت کنن، شما میتونین امرای خودشان مستقیم با تماس شوین و ویدیوهای یوتیوبشان حتما ببینین، بسیار مفید است، بسیار معلومات بسیار خوب در اونجا وجود داره، و یک دو لینکشان ما دمی صفحه فیسبوک میگذارم که باز دمی زیر می برنامه به اجازه تان بله چون پابلک هست میتونم بله که شما دوست عزیز بتونین استفاده کنین.
تشکر بسیار زیاد از وقتتان، از معلومات خوبتان. تشکر از اینکه دعوت کردین، تشکر از اینکه وقتی به من دادین. خدا کنه که بعضی چیزایی که گفتم برای دوستای ما فوق العاده و شما قسمی گفتم بسیار یک نمونه و مثال خوبه برای همه جوانا هستین. موفقیت های هرچی بیشتر تن آرزو میکنم. بسیار تشکر. خب دوست عزیز، مخصوصاً وطنای دوست عزیز ما که در موردشان صحبت کردیم برای تجلیل از اونا، معذرت میخوایم از اینکه ما خودم هم چون متوجه عکس ها بودم در سکرین و همکار ما متوجه از او بود، متوجه مشکل تکنیکی نشدیم و ما هم چون به فیسبوک نبودم. اکثرا بعض دوستا برای میگه که وقتی که در برنامه میباشی و فیسبوک چک میکنی، کلیگی فکر میکنم، میمانتان فکر میکنه که متوجه نیستی. امروز که ما با فیسبوک نبودم، اشتباه رو زود بستلانگیر نکردم که ما متوجه شام و مشکل حل کنیم. ولی برحال کدام مشکل نیست، با خاطر که برنامه را هم به یوتیوب پورا است، چون کسایی که از غیر از فیسبوک از طریق های دیگه دیدن برنامه برشان معلوم بود. بله امکار فراز جان دیگران حتما تانستن ببینن. بله تنها به فیسبوک نه مشکل بود. بله برنامه را باز تکراری میمانیم انشالله که برنامه را میبینین. معذرت میخواییم با بزرگوهیتن ببخشین. با تشکر از اصلامندی همتان و از همکار عزیز برنامه امروز به امجا با پایان میرسانیم. تا هفته آینده خداوند یار و مددگارتان. خداحافظ. توانا بود ارکی دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود.